پاکستان سعی خواهد کرد که قبل از انتخابات عمومی سال روان شرکت هوایی دولتی را خصوصی گرداند. وزیر خصوصی گردانی پاکستان دانیال عزیز میگوید حزب حاکم فروش مؤسسه های زیان آور را از سر خواهد گرفت. شرکت هوایی پاکستان اینترنشنال ایرلاینز خراجاتش را نمی برارد و در رقابت با شرکت های هوایی کشورهای خلیج فارس شبیه اتحاد و امیریتس ناکام است. سال 2016 بر اثر صدمه هواپیمایی شرکت هوایی پاکستان 47 کس به هلاکت رسید. سال 2013 هم حزب لیگ مسلمانان زیر رهبری نواز شریف خصوصی گردانی شرکت های زیان آور را یکی از بخش های برنامه انتخاباتی عنوان داده پیروزی نظررس به دست آورده بود. همان سال حکومت پاکستان در مقابل قرض صندوق بین المللی اسعار شرکت پاکستان اینترنشنال ایرلاینز را در رویخط 68 شرکت زیان آور برای خصوصی گردانی شامل کرد. صرف نظر از بعضی دستاوردها در سال 2016 هم اعتراض های خادمان شرکت هوایی دولتی برنامه خصوصی گردانی را با بنبست مواجه کرد. بالاخره حکومت مجبور شد که قانون قبول نموده خصوصی گردانی شرکت پاکستان اینترنشنال ایرلاینز را منع کند. در صحبت با خبرگزاری ریترز دانیال عزیز گفت که کمیسیه خصوصی گردانی لایحه فروش پاکستان اینترنشنال ایرلاینز را تهیه کرده در جلسه نزدیکترین حکومت به ارزیابی سروزیر پاکستان خالد حقان عباسی پیشنهاد خواهد کرد.